ستایش گویمت که مهر و آشتی را در دل مردمانی از پارس هنرمندانه قرار دادی. رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، عرض ارادت خدمت همه شما فرهیختگان. بنده سوالات بسیاری رو دارم در رابطه با یک موضوع بسیار تکراری، این سنگ. ببینید دوستان، برخی از دوستان عکس هایی رو میفرستند و مدعی هستند که سنگشون سنگ بسیار خاصی هست و این سنگ خاص الماس داره داخلش. ببینید، در رابطه با اینکه این سنگ ها به چه نحوی به دست ما رسیده، بنده 4 کلیپ در گذشته تقدیمتون کردم، اما دوستان خیلی حال و حوصله ندارن برگردن به کلیپ گذشته و بدونن که این سنگ چی هست. خیلی کوتاه، مفید و مختصر مجددن برای اینکه این سوالات تکراری کمتر و کمتر بشه، این کلیپ رو تقدیم حضورتون میکنم در رابطه با این سنگ. دوستان گرامی، این سنگ ها در باستان به یک سری از افرادی که مورد وثوق حاکم و حکمران یا به نوعی شاه ایالتی یا ولایتی هست تعلق می گرفته و یک سری پیشکش هایی رو که شاه ایالتی قرار بوده به یک شاه ایالتی دیگه یا به یک شاه ولایتی دیگه بده، این سنگ ها رو یک سری افراد زبده و کارآزموده می ساختن و در دل اینها الماسی تعبیه می کردن و یا یک گوهر گرانبها، حالا الماس نه، زمرد، یاقوت، هر چیز دیگه، هر جواهر ارزشمندی در دل این سنگ قرار می دادن و این رو پیشکش می کردن از طریق یک واسطه مورد وثوق به یک حاکم ایالتی یا ولایتی دیگه. زمانی که این سنگ به اون حاکم دیگه می رسید، توسط این فرد مورد وثوق مجددن اون شخص می اومد همین سنگ رو بر می گردون به اون سفیرش. اون سفیر مجدداً سنگ رو به حاکم میداد و حاکم سنگ رو پیشکش اون شخص مورد وثوق و مورد اعتماد خودش میکرد. خب، حالا اینجا اون حاکم دوم که این سنگ به دستش میرسید میدونست که از این سنگ ها کدوم یکی از این درون اون جواهر گرانبهایی هست، اون رو خارج میکرد و سنگ رو به این حاکم، به این سفیر میداد. این سفیر این سنگ ها رو نگه می داشت و هر چقدر تعداد این سنگ های اون سفیر بیشتر می شد، به نوعی ارزش و قرب اون شخص، درجه اجتماعی اون شخص بالاتر می رفت. زمانی که اون شخص فوت می کرد، این سنگ ها رو در قبر اون فرد می گذاشتن. حالا زمانی که، ببینید اینجا رو دقت بفرمایید، زمانی که ماه شب چهارده قمری بود، یک سری فعل و انفعالاتی هست بین زمین و ماه. ما یک مثالی داریم، میگیم الهی نور به قبرت بباره. این سنگ در درون قبر میومد، در ماه شب 14 از خودش نور ساطع میکرد و افراد میگفتن که این فرد بسیار قدیسی هست، فرد بسیار پاکی هست و از قبرش نور میباره. اون فعل و انفعالاتی که بین زمین و ماه ایجاد میشه و به نوعی جزرومت ایجاد میشه، جزرومت باعث ایجاد جزرومت میشد، این سنگ در دل زمین باعث ساطع شدن یک نوری میشد. خب، در درون
قبر اون فرد از این سنگ ها به تعداد فرد این سنگ ها رو قرار می دادن. خب تا اینجا ما متوجه شدیم که اصل جریان چی هست، اما اینکه این سنگ ها آیا ارزشمند هستن یا نه، میگن این سنگ ها سنگ الماسه هستن، سنگ زیرین آسیاب هستن. همه اینها دوستان گرامی زاییده تخیلات یک سری افرادی هست که هیچ گونه سررشته و آگاهی نسبت به این سنگ ها ندارن. این سنگ ها درجه سختی بسیار بالایی دارن، درجه سختی این سنگ 10 هست، در 2054 درجه این سنگ ذوب میشه. اسم این سنگ AL2O3 هست یا همون سنگ آلومینا هست و به هیچ عنوان این سنگ شکسته نمیشه و در فلزات برای در صنعت برای به نوعی سایش فلزات از این سنگ استفاده می کردن. به هیچ عنوان خودتون رو درگیر شکستن این سنگ نکنید، این سنگ شکستن نمیشه. اما ببینید از هر 1 میلیارد تعداد این سنگ ها یک دونه سنگ میتونه ارزشمند باشه. ببینید از هر 1 میلیارد یک سنگ میتونه ارزشمند باشه که عدد بسیار بسیار به نوعی تخیلی هست که سنگی که در دست شما هست اگر ارزشمند باشه 1 در میلیارد هست. پس این سنگ ها به هیچ عنوان ارزش ندارن. وقت نگذارید روی این سنگ ها، سنگ آلومینا هست، درجه سختی 10 رو داره. اما اگر خواستید این سنگ رو بشکنید، یا برخی از دوستان عنوان میکنن که این سنگ من خدا تو من ارزش داره، خب خدا کنه که خدا تو من سنگ شما ارزش داشته باشه، چشم حسود هم کور. اما دوست عزیز من، اگر خواستی سنگت رو امتحان کنی، این سنگ رو بایستی MRI بگیری یا به نوعی با ببرید در قسمت رادیولوژی و ازش عکس بگیرید. داخل این سنگ موقعی که عکس گرفتی یک لکه سیاه بزرگی به اندازه لوبیا بایستی دیده بشه، اگر کوچیکتر بود ارزش نداره، اما اگر اندازه لوبیا یک لکه سیاه رنگی رو مشاهده فرمودید، این سنگ رو میتونید سرد و گرم بکنید و با سرد و گرم کردن این سنگ کامل پودر میشه. خب این هم در مورد این سنگ. پس دوستان گرامی سعی بفرمایید که دیگه به هیچ عنوان در رابطه با این سنگ ها وقتی کلیپ رو تهیه میکنم و تقدیم حضورتون میکنم، به خودتون زحمت بدید و کلیپ رو ببینید و سوالات تکراری نپرسید. لااقل سوالاتی بپرسید که من بابت اون سوالایی که شما دوستان گرامی میپرسید بتونم کلیپی تهیه بکنم که سایر دوستان بتونن از اون کلیپ ها استفاده بکنن و به نوعی پاسخ سوالات خودشون رو بگیرن. این سنگ ارزشش 1 در میلیارد، هر سنگی میتونه ارزشمند باشه. دوستان گرامی مهرتون جاوید و روزگارتون وصل آرامش و امید و خرد یارتان. بدرود.